به تنگ آمد دلم، به تنگ آمد دلم زین بت پرستی های گوناگون، به تنگ آمد دلم زین بت پرستی های گوناگون، ندیدم حاصلی عمری از این بت های نامیمون، نه راه زندگی زراح زندگی واماندم از تزریق این افیون که از روز تولد در وجودم شد عجین با خون. به تنگ آمد دلم زین بت پرستی های گوناگون، ندیدم حاصلی عمری از این بت های نامیمون، زراح زندگی واماندم از تزریق این افیون که از روز تولد در وجودم شد عجین با خون. چو غافل دیدم از رنج خلایق شخص رهبر را، چو غافل دیدم از رنج خلایق شخص رهبر را، اسیر رنج و غم دیدم چو خود افراد کشور را، گسستم رشته امیدهای کفر و ایمان را، به دور افکندم آن افسانه پوچ خدایان را. وطن نیکو کلامی بود آن را می پرستیدم، وطن نیکو کلامی بود آن را می پرستیدم، تمام آرزویم را در این گلواژه می دیدم. وطن نیکو کلامی بود آن را می پرستیدم، تمام آرزویم را در این گلواژه می دیدم، فقط این بت به جا ماند و من و آمال و امیدم، فقط این بت به جا ماند و من و آمال و امیدم، و این نام مقدس را دگر با عقل سنجیدم، و این نام مقدس را دگر با عقل سنجیدم. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون ملی ایران NITV می آغازیم. پیش از اینکه وارد مایه در اون مایه برنامه بشم، یکی دو نکته رو خدمتتون بگم. به این برنامه نویسندگانی هستند که مهر می کنند و کتاب می فرستن بیان که درخواست تبلیغ مالی داشته باشن، فقط به خاطر اینکه نتیجه زحماتشون در اختیار شما باشه، و این برنامه رو در حقیقت برنامه کتاب هم میدونن. یکی از کتابهایی که به تازگی چاپ شده وسیله نویسنده پژوهشگر آقای نادر پیمایی، کتابی است به نام محمد رضا شاه پهلوی و بازیگران دوران سلطنت او. محمد رضا شاه پهلوی و بازیگران دوران سلطنت او، با قلمی بسیار بیطرفانه از آغاز زایش محمد رضا شاه پهلوی تا واپسین ساعات زندگیش بررسی کرده، و درباره کسانی هم که با ایشون کار کردن یا ایشون برای کار برگزیده بوده نشون سخن گفتن و بررسی ها و برگه های رو نشان دادن در کتاب. این کتاب یکیست. کتاب دیگری هست از دوست بسیار ارجمندم آقای امیر نجات. آقای امیر نجات چندین کتاب نوشتن و یکی از کتاباشون همون بود که مدت ها من در اینجا بررسی می کردم، به نام اسلام دینی که از نو باید شناخت، و بررسی بود کاملا بی‌طرفانه، هم نقاط دقیق گفتار مخالفان دین رو آورده بود، هم نکات دقیق موافقان رو آورده بود، و هم پرت و پلاهای آخوندها و خرافه گرایان رو آورده بود. حالا ایشون دست به نوشتن و چاپ کتابی زدن در سه جلد که فقط جلد یکمش هم اکنون در آمده، به نام دیروز، امروز و فردا، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، دیروز،
امروز و فردا. این کتابی که برای من فرستادن فقط درباره دیروزه، جلد یکمه، بخش یکمه این کتاب فقط درباره دیروز، نوشته آقای امیر نجات. و بعدن لابد جلد دوم درباره امروزه و جلد سوم درباره فرداست. این دو کتاب به کتاب در حقیقت میشه گفت به کتابخانه NITV رسیده و وسیله این برنامه. نکته دیگر، از دانشگاه امریکن گلوبال اطلاع میدن که دوستان و هممیهنانی که زنگ میزنن با دانشگاه کار دارند و میره روی پاسخگوی تلفنی دانشگاه، چون شماره تلفن خودشون رو خیلی خوب میدونن، تند و جویده و ناشمرده میگن، در نتیجه دبیرخانه یا استادان دانشگاه یا بخش تحصیلی و آموزشی دانشگاه وقتی زنگ میزنه میبینه شماره اشتباست. چرا؟ برای اینکه 13 با 17 یه جور شنیده میشه در گوشی تلفن، 18 و 17 یه جور نوشته، 8 و 7 یه طوره، بعد اینا 2 و 9 یه شکله. خواهش میکنیم کسانی که، یعنی خواهش کردن کسانی که زنگ میزنن اونجا، لطف کنن دوبار بگن، شمرده بگن، و اگر به دو زبان بگن، یعنی پارسی و انگلیسی رو بگن که روشن بشه شماره درستیه، سپاسگزار خواهم بود. اینم پیامی بود که از طرف دانشگاه داده شده. اما در برنامه امروز به یکی دو سه پرس پاسخ میدیم دیگر واژه های عربی خیلی غلیظی که دوست ارجمندم فرستاده، معنی هاشو براتون خواهیم گفت. بعد مسابقه فرهنگی داریم و جانشین های زبان پارسی رو داریم و اینها رو پاسخ میدیم به بینندگان ارجمند. و اگر زمانی موند که تلفن ها رو باز میگذاریم تا دوستان نظرات، پرسش های خودشون رو هم بگن. سرکار بانو یا دوشیزه منیژه دلاوری از استرالیا. حالا استرالیا، من میدونم تا اونجا که آگاه هستم NITV از طریق اون دستگاهی که تا دو سه ماه پیش پخش میشد نمیشه، ولی گویا این بینندگان گرامی از طریق کامپیوتر یا اینترنت میگیرن. به هر روی، سرکار بانو یا دوشیزه منیژه دلاوری چهار سوال، چهار پرسش کردن. نخست نام خود شده. پرسیدن منیژه یعنی چی؟ منیژه یک نام پارسیه، از دو بخش من و پسوند ایژه تشکیل شده. ایژه یا ایزه در زبان پارسی ما داریم که ایژه، ایزه، ایژ و ایز، همه اینها رو ما داریم. پاییز پسوند ایزه، یعنی چی؟ جایی که فصلی که در پای درخت برگ‌ها ریخته میشه. بعد ایزه داریم مثل پاکیزه، پاک و پاکیزه، یعنی وابسته به پاکی. بعد ایژه داریم مثل منیژه، که این منیژه هم عرب ها گفتن، ولی فارسی درستش منیژه است. گفتم از دو بخش ساخته شده این واژه، من و ایژه. ایژه پسوند من به معنی شخصیت و منش. من، منیدن یعنی اندیشیدن و تکیه به خود داشتن، به منش خود تکیه کردن. بنابراین منیژه یعنی زن مغرور. البته مغرور به معنای بدش نیست، بلکه زنی که به من خود تکیه داره، متکی به خودشه. نام بسیار نیکویی است، در شاهنامه هم هست و معنای دستوری و واژه‌ایش هم همین است که من گفتم. منیژه یعنی زن مغرور، زنی که به منش خودش تکیه میکنه. بعد پرسیدند، در جایی خوندم سبک پای، سبک پای، سین به کاف پ الف ی، سبک پای.
پرسیدن این سبک پای یعنی چی؟ من هر چی فکر کردم که اون گفتار بگذارم دیدم نمیخونه. پاسخش خیلی روشنه. سبک پای یعنی گریزنده، کسی که فرار میکنه. بنابراین چون به سرعت فرار میکنه، به شتاب میگریزه، این پاهاش سبک باید باشه که تند برداره. خاقانی میگه چیست به دیوان عشق، چیست به دیوان عشق حاصل کارم جز آب، چیست به دیوان عشق حاصل کارم جز آب. عمر سبک پای گشت یعنی گریخت، بخت گران خواب شد. ببینید سبک و گران رو چقدر زیبا هم آورده. عمر سبک پای گشت، بخت گران خواب شد. گران یعنی سنگین، سبک هم که یعنی سبک. پرسش سوم سرکار بانو منیژه دلاوری، پرسیدند ذهاب با ز، آیا ذهابه یا ذهابه؟ به نظر من هر دوش درسته، ولی ذهاب درست‌تره، چون ذه یکی از معنی‌های ذه چندین معنی داره. یه معنیش به معنی خوبه، ذهازه یعنی خوبه خوب. یکیش به معنای بچه است، فرزند، جنین، که فرنگستان به جای جنین گذاشته رویان. ولی زه هم میگن، همونطور که بچه دان رو زه دان هم میگن. بنابراین اینم معنی زه در به معنی کودک و نوزاد و حتی قبل از زایدن جنین هم آمده. و یکی به معنی نشته، نشت آب. شما دیدید بعضی از زمین ها رو شیار میدن، میگن زه کشی کردن، یعنی طوری درست کردن که این آب در همه جای زمین یک جور نشت بکنه. در اینجا ما میبینیم اگر به این معنی بپردازیم، نام ذهاب برامون مفهوم پیدا میکنه. ذهاب یعنی چشمه‌ای که آب ازش میتراوه و هرگز هم خشک نمیشه. چشمه‌ای که دائما میجوشه نام دیگرش ذهابه، یعنی آب نشت کننده، آب بیرون زننده. بعد میپرسند ساری، بعد تو پرانتز نوشتن رختی که زنان هندی میپوشند یعنی چه؟ بعد باز خودشون توضیح دادن که شما میگید زبان هندی مادر زبان پارسی هم به گفته بعضی از پژوهشگران هست، بر این پایه آیا این در فارسی معنی میده یا نه؟ بله معنی میده. نخست اینکه ساری اگر در عربی بخواید دنبالش برید یعنی سرایت کننده، اصلا اون جای گفتار ما در اینجا نیست. اما ساری که زبان هندی میپوشن در زبان پارسی کهن سانسکریت و اوستا یعنی لونگ، قطیفه، فوته. البته قطیفه و فوته هر دوش تازیه، ولی لونگ فارسیه و حتما میدونید لونگ چیه دیگه. لونگ اون چیه؟ پارچه درازی است که وقتی در گذشته به گرمابه‌های همگانی میرفتن اون رو به کمر میبستن. و این ساری هم که زنا میبندن درست شبیه همون لونگ و قدیف است. پس این چهار پرسش خیلی کوتاه و سودمند سرکار بانو منیژه دلاوری تمام شد. باز هم ساعت برنامه من رو خواستن. شگفت تا برخی میگن آقا ما گم کردیم شما رو. روزهای سه شنبه مثل امروز و چهار شنبه مانند فردا از 11 بامداد تا نیم پس از نیم روزه به زمان لس آنجلس. سه شنبه و چهار شنبه در یک ساعت 11 بامداد آغاز میشه، نیم پس از نیم روزم پایان پیدا میکنه. این برنامه زنده است. روزهای سه شنبه در پهنه بیکران زبان پارسی است و روزهای چهارشنبه بشنویم، بیاندیشیم، بدانیم، گفتگو با استادان و کارشناسانه. هر دوی اینها هم سه شنبه و هم چهارشنبه بازپخشش یک روز بعد به زمان لس آنجلس، یعنی هم
سه‌شنبه و هم چهارشنبه، بازپخشش چهارشنبه 3 بامداد و پنجشنبه 3 بامداده. روزهای پنجشنبه برنامه در گذرگاه تاریخ از ساعت 3 تا 5 پس از نیمروز، و بیدرنگ روزهای یعنی 3 تا 5 پس از نیمروز پنجشنبه که زنده پخش میشه به زمان لس آنجلس، بازپخشش پیرامون 4 بامداد روز آدینه است، بعد از برنامه پاور وان. بعد از برنامه پاور وان برنامه در گذرگاه تاریخ بازپخشش. خب مسابقه رو من هم اکنون میگم چون زمانی پرسش دیگری هم داریم. تلفنی پرسیدند ردیمه، ردیمه یعنی چی؟ من تلفنی گفتم این اسم بسیار دور از اندیشه است، به نظر من فارسی نیست. بعد که بررسی کردم و به برخی از کتاب‌های بسیار کهن نگاه کردم، دیدم ردیمه ما داریم در زبان تازی، در پارسی ما نداریم. و این کسی که از من پرسید این واژه را، گفت نام یکی از دختران هست شنیدم، یا نمیدونم دختر خودشون، و گمان نمی کنم که این درست باشه، برای اینکه ردیمه مؤنث ردیه، ردیه همزم داره، یعنی ردی رو می نویسن ر دالیه، یه همزم تش می زارن، به معنای تباهه، به معنی زن تباهکاره. ردی مرد تباهکار، ردیمه زن تباهکاره، خبیث، هیچ کاره. و من گمان نمی کنم کسی نام دخترش رو اشته باشه، مگر اینکه در پارسی بسیار کهن بوده باشه، که هرچه من نگاه کردم در منابع بسیار کهن زبانشناسی چنین واژه‌ای رو ندیدم. و اونم ردینس، در زبان تازی ردینس، نه ردیمه. ردیمه اصلا نداریم. همونطور که تلفنی هم خدمت این دوست بسیار ارجمند گفتم. بعد من مسابقه رو میگم، اما تا ساعت 12، یعنی تا 40 دقیقه دیگه پاسخ ندید، برای اینکه گفتار دیگری داریم که باید اینها رو پر کنیم و برنامه رو انجام بدیم، اون وقت بپردازیم به این. چامه رو میخونم، اما بگذارید بعد از آگهی های دوم، نه آگهی که 5 دقیقه دیگه آغاز میشه. این چامه از کیه؟ و فقط یک خط شعر دیگه شو دنبال بخوانید، پذیرفته میشه. تنها نام شاعر رو گید پذیرفته نیست، چون یهو ممکنه بدون جهت بگید و درست در بیاد. نه، باید یه خط هم بخونید که روشنش واقعا میدونید. میگه دور از رخ تو چنانم ای دوست، دور از رخ تو چنانم ای دوست، که از هستی خود به جانم ای دوست. صبر از همه نیکوان توان کرد، صبر از همه نیکوان توان کرد، لیک از تو نمی توانم ای دوست. لیک از تو نمی توانم ای دوست. خواهم که به روز وصل پیشت غمنامه هجر خوانم ای دوست. دامن مفشان ز من که خواهم جان در قدمت فشانم ای دوست. دامن مفشان ز من که خواهم جان در قدمت فشانم ای دوست. این چامه مال کیست؟ بگید و یک کتاب جایزه بگیرید، حالا یا از کتاب‌های خود من، یا از کتاب دیروز امروز فردای آقای امیر نجات، و یا کتاب آقای نادر پیمایی، اگر ایشون به من زنگی بزنن و کتاب‌هایی رو برای من بفرستن. این مسابقه رو گفتم. خب میپردازیم به پرسش سرور بهمن ثابتی از مریلند امریکا. بیننده روی خط، اگر میخوان نام شاعر رو بگن نزنن تلفن، چون بگنم من
کتاب رو جایزه نمیدم چون زودتر از ساعت 12 است، ولی پرسششون رو گوش میدم. الو بفرمایید. الو بفرمایید. آقای انقطاع؟ بله من انقطاع هستم. نه آقا من کاری نداشتم، فقط میخواستم از ایشون بپرسید. خیلی ممنون. من انقطاع هستم با معنی خدیجه رو میخواستم. خیلی خوب. ممنونم اگه بگی. چشم قربان. تشکر میکنم. خدا نگه. خدیجه چون اسم جدید یه بچه است. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. والا خدیجه اسم بسیار قدیمیه، حالا چطور اسم یه بچه‌م برای اسم بچه گذاشتن دیگه به هر حال. چشم. بله سرور بهمن ثابتی از مریلند. مریلندی که ایالتی است در خاور آمریکا. پرسش فراوانی کردند. تا 4-5 دقیقه دیگه ای که زمان آگهی هاست من بخششو میگم و بعد دنبالش میذاریم پشت آگهی ها. میپرسند آیا زکریا، محمد زکریا رازی و دیگر زکریا ها، زکریا ما زیاد داریم، با زال یا با زس، و در آغاز نام کی بوده و چه معنی داره؟ زکریا بیگمان با زس، زکریا بیچون و چرا با ز نوشته میشه. نام پیامبری بوده که حقا واقعا آدم این افسانه ها رو بیخونه در شگفت میشه که سازندگان این افسانه ها چرا اینقدر کوتاه فکر میکردن، کوتاه مینگریستند، دورتر از 7-8 متر افق دیدشون نبوده و چیزهایی میگن که وقتی آدم میشنوه، حالا البته برخی بدون اندیشیدن میپذیرن، بدون اندیشیدن، اصطلاحی در عربی هست میگن تصدیق بلا تصور، یعنی بی اون که بی انگارن که دارن چی رو میپذیرن و میپسندند این داستان رو میپذیرن چون مربوط به پیامبرانه. در کتاب ها هست که زکریا نام پیامبری بوده که مورد فریب شیطان قرار میگیره و شیطان او رو ترتیبی میده که به درختی پناه ببره و مسئله خداوند رو فراموش کنه. عجب پیامبری بوده، شیطان اومده گفته آقا اصلا برو تو این درخت پناه ببر و اینم میره در درون این درخت پناه میگیره. حالا چه دلایلی به چی بوده روشن نیست. بعد خداوند بر این پیامبرش خشم میگیره و او رو با درخت اره میکنه. فتلیشا هم این کنه میگه از خدا یاد گرفته. عرض کنم ببینید اینها کوچک کردن ذات آفریدگاره. اونای خب کسانی که معتقد به خداوند نیستن که خب حسابشون جداست، باشون گفتگوی نیست، ولی اونی که میاد میگه این پیامبر خداست، اونی که از راه دین وارد میشه و برنامه و کار دینی رو انجام میده، اولا یه پیامبر، البته زکریا جز اون 124 هزار تاست، جز پیامبران اولوالعزم نیست که موسی و عیسی و محمد و زرتشت و غیره باشه، نیست. این چه پیامبری که گول شیطان رو میخوره و به درخت پناه میبره؟ بعد خداوند که عالم به سر و الخفیاته اینقدر آزاد گذاشته اینو که شیطان بیاد این رو فریب بده و این بره در درخت و بعد دستور بده خدا اینو با درخت عرش کنه. آقا چنین چیزی نیست، اینها اهانته، اینها خرافاته. البته به واژه زکریا مربوط نیست، ولی چون افسانش مربوطه به زکریای پیامبره، در اینجا من اون توضیح رو هم دادم. اما یعنی چی زکریا؟ معنی زکریا رو هم طوری نوشتم که به نظر من درست نیست. در کتاب‌های واژه شناسی در برابر واژه زکریا، نه در برابر همش، 99% اینا فقط داستان اینو نوشتن که بله به درخت پناه برد اینا. یک یا دو کتاب رو من دیدم که زکریا رو نوشته کسی که خداوند به یاد اوست همیشه، یا او رو یاری میکنه، او رو یاری میکنه، یا یاد میکنه، یا به یاد اونه یا یاریش میکنه.
این رو میگن زکریا. این به نظر من درست نیست، چون ذکر کردن به معنی یادآوری کردن با زاله، پس باید این با زال میبود، در حالی که با زال نیست. پس معنی کسی که خدا او رو یاد میکنه نداریم ما، و همچنین معنی اون کسی که خدا او رو یاری میکنه نداریم، چون یاری کردن که با ذکر نمیاد، یاد کردن با ذکر میاد. پس این هم نادرسته، یعنی به نظر من سسته. معنی زکریا یعنی کسی که خدا او رو یاد میکنه یا یاری میکنه، این سسته، چون با زه نوشته میشه زکریا. در هر حال پرسش این سرور بهمن ثابتیه، دیگر پرسش هایشون رو میگذاریم بعد از پخش آگهی ها. بینندگان ارجمند، میریم پیام های بازرگانی رو میبینیم و میشنویم، باز میگردیم در پیشگاه شما خواهیم بود. بینندگان گرامی، به هنگام پخش آگهی ها ترافیک تلفن بود، پیوسته تلفن میشد و چندین پرسش شد. نخست این که یکی دو تن گفتن اون شعر مسابقه، چامه مسابقه رو دوباره بخونید، چشم، چند بار میخونن. بعد بانوی پرسیدن شهین یعنی چی. شهین از دو بخش شه و پسوند یه و نون تشکیل میشه. شه هم خلاصه شده شاهه، بنابراین شهین کوتاه شده شاهینه. ولی پسوند یه و نون پسوند وابستگیه. وقتی میگن زرین یعنی وابسته به زر، وابسته به طلا. رویین مانند روی، وابسته به روی. سیمین وابسته به سیم و نقره. مسین همینطور بقیه. شهین یعنی وابسته به شاه. شاهین هم همین رو میدانی میده، اون عقاب هایی که، یعنی عقابی که در پرندهی که در خانواده شهبازه، ولی شهباز نیست. شهباز رو در پارسی میگن همون شهباز، که عربیش عقابه، از همه بزرگتره. ولی شاهین اون کوچکتراشونه، اما اون هم مرغ شکارچیه. چون شاهان این رو داشتن، نام این مرغ رو گذاشتن شاهین، یعنی وابسته به شاه. اکثر شاهان شکار که میرفتن یک شاهین هم با خودشون میبردن. پس شاهین و شهین یک معنی میده، یعنی وابسته به شاه. همینطور که مهین، که به دید من درستش مهینه، ولی همه میگن مهین. خیلی خوب، مه یعنی ماه، مهین یعنی وابسته به ماه. از نظر زیبایی، حالا ماه چه زیبایی داره من نمیدونم، ولی مهین هم ما داریم. مهین یعنی مه یعنی بزرگ، مهین یعنی وابسته به بزرگی، بزرگوار. بر این پایه این واژه رو وقتی باز بکنید میبینید از شه و پسوند یوانون تشکیل میشه. سرور دیگری که گفتگوی باهاش داشتم، خردهی گرفته بود بر آیین‌هایی که در چهارشنبه سوری در ایران برگزار میشه. چون حسن نیت ایشون رو من پی بردم و از عوامل جمهوری اسلامی نبود، یک ناسیونالیست، یک ملتگرای بود، معتقد بود که باید آیین‌های چهارشنبه سوری برگزار بشه، ولی دو نکته رو یادآوری کرد که در خور اندیشیدنه. یک این که تمام آیین چهارشنبه سوری فقط پریدن از رو آتش نیست، آیین های مختلف، قاشق زنی، فالگوش، مهمانی رفتن خونه دیگران، شاهنامه خوانی و داستان های ملی گفتن و چیزهای دیگری مانند است. ضمناً پریدن از روی آتش هم هست، که تمام اینها رو من هفته آینده به انگیزه نزدیکی نوروز به گستردگی تاریخش رو میگم و دگرگونی هایی هم که درش پدید آورده شده خواهم گفت. دومین خردهی که ایشون میگرفت و تا اندازه فراوانی من هم با ایشون هم باورم،
میگفت بسیار خوب، بپرن از روی بوته، بپرن از روی آتش. ولی اینکه کپسول گاز رو میندازن روی بوته های برافروخته، این بسیار بسیار خطرناک. چون وقتی این بیفته این کپسول گاز روی آتش و حجم گاز در اونجا به اون اندازه زیاد شه که بتره کنه این پولاد رو، این خودش یک بمبه. به هر جایی که از ساختمان یا انسانها برخورد کنه اون رو منفجر میکنه و له میکنه. یا دیگر چیزهای بسیار خطرناک، نه از روی آتش پریدن هیچ اشکالی نداره، بوته، هیزم، چوب، اینها رو بذارید و بپرید. ولی درسته که روی لجبازی با جمهوری اسلامی میخواید این کارو بکنید، ولی فکر جان خودتون و هممیهنانتون هم باشید. و در هر حال من هفته آینده در این زمینه تاریخ چهارشنبه سوری، چرا چهارشنبه، چرا سور، چرا میگن زردی من از تو، سرخی تو از من، سخن خواهم گفت. یکی دو تن گفتن آقا اون چامه رو در مورد مسابقه دوباره بخوانید و بعد ما پاسخ خواهیم داد. بسیار خوب، این چامه از کیه؟ بعد از آگهی های دوم بگید و جایزه بگیرید. دور از رخ تو چنانم ای دوست، دور از رخ تو چنانم ای دوست، که از هستی خود به جانم ای دوست. صبر از همه نیکوان توان کرد، لیک از تو نمی توانم ای دوست. خواهم که به روز وصل پیشت، غمنامه هجر خوانم ای دوست. دامن مفشان ز من، دامن مفشان ز من، که خواهم جان در قدمت فشانم ای دوست. کسی که الان روی خطه اگر میخواد اسم شاعر رو بگه، من الان نمیپذیرم، یعنی جایزه کتاب نمیگیره بعد از آگهی های دوم. الو بفرمایی. خب قطع کرد، بس که همین رو بخواستم بگم. میپردازیم به پرسش های سرور گرامی بهمن ثابتی از مریلند درباره زکریا که پاسخ دادم نکته ها رو. میپرسند زلو در جای خوندم کرم زلو، این زلو چیه؟ زلو همون زالوه، کرم خونخوار. زالو رو زلو هم میگن یا زلو، هر دوش درسته. میپرسند این خوراکی که صبحا ما ایرانی ها گهگاه میخوریم و به نام حلیمه، با کدام ه نوشته میشه؟ چون در همه فروشگاه ها دیدیم حلیم رو با هی جیمی می نویسن، ولی در یک نشست دوستانه یه نفر می گفت این نادرسته، با هی جیمی و با هی دوچشم درسته حلیمی که می خورن. باید بگم که اون دوستی که در اون مهمانی گفته با هی دوچشم درسته، اون درست گفته. حلیم با هی جیمی یعنی صبور، یعنی صبور، هیچ مربوط به این خوراک نمیشه. ولی حلیم با هی دو چشم یعنی روغنی، چرب، چسبناک. بر این پایه این خوراکی که بسیاری صبح ها میخورن و نامش حلیمه، با هی دو چشمه، با هی هوشنگیه، نه با هی جیمی. با هی جیمی غلطه. الو بفرمایید. درود بر شما. قربان، پرسش من درباره منشأ نام تخت جمشیده و این که بله. من در جای شنیدم که در زمان هخامنشی به تخت جمشید میگفتن پارسه، که به نظر بله. نام بسیار زیبا. اصلا نامش پارسه است. پارسه درسته، حقیقت داره. بله پارسه درسته. و تخت جمشید یک نام مستعاری است که بعداً گذاشتن، چون اصلا جمشیدی وجود نداشته که در اونجا تختی باشه. جمشید جز افسانه هاست، توجه کردی؟ درسته. ولی اونجا رو داریوش ساخته و بعد داستان ساختن تخت جمشید هم یه روز براتون همه رو خواهم گفت. خیلی متشکرم. خواهش میکنم.
میپردازیم به زنگ نزنید خواهش میکنم. این سخنان یعنی پرسش های سرور بهمن ثابتی رو همه رو بگم. میپرسند فارسی سم و مسموم چیه؟ بسیار ساده است. سم فارسیش زهره، مسموم فارسیش زهراگینه، زهر و زهراگین. میپرسند جمیله، جمیل یعنی چی و جمیله یعنی چی؟ جمیل یعنی مرد خوشروی، مرد زیبا، مرد خوشگل، و جمیله هم یعنی زن زیبا، زن خوشرو و زن خوشگل. میپرسند در بسیاری از جاها میبینیم که میگن امان خواست از شاه یا شاه به او امان داد. این امان فارسیش چی میشه؟ آیا فارسیست یا نه؟ نه فارسی نیست. امان در فارسی زینهاره، زینهار. و وقتی میگن یکی امان خواست، میگن از شاه زینهار خواست. حالا زینهار یعنی چی؟ زینهار یعنی پرهیز. بارها شنیدید میگن زینهار این کار رو نکن. درسته، هم زینهار درسته هم زنهار، یعنی بپرهیز، بپرهیز و این کار رو انجام نده. پس وقتی یکی از شاه یا اون فرمان روا زینهار میخواد تا یه حرفی رو بزنه، تا یه حرف بوداری رو به قول معروف که خطرناکه بزنه، وقتی میگه زینهار میخوام، یعنی پرهیز از کشتن میخوام، پرهیز از گوشمالی میخوام، به من این قول رو بدید که میپرهیزید از کشتن من. پس زینهار به معنای پرهیز و به معنای پارسی امان خواستنه. امان در زبان تازی یعنی امنیت. اونجا هم وقتی میگن امان خواست یعنی امنیت میخواست. پرسش بعدی سرور بهمن ثابتی، سمن، سین میم نون، سمن. سمن یعنی روغنی، چرب. ما یه خوراکی داریم به نام مسما بادمجون، همه میشوسین، این اصلا غلطه. این در اصل مسمن بادمجون بوده. مسمن بادمجون یعنی بادمجون تو روغن برشته شده. حالا فارسی ها کردن، ایرانی ها کردن مسما. تازه خود مسما یعنی نامگذاری شده، اصلا بهش نمیخوره. اما توجه داشته باشید سمن تازیه، ولی سمنو فارسیه. این رو بدونید، اشتباه نکنید. سمنو از سمن عربی گرفته نشده و پارسیست. سمنک هم بهش میگن، سمنه هم بهش میگن، و این پارسیست که از اون شیره جوانه گندم ساخته میشه. سمنک هم میگن گفتم. میپرسند سوشیانت، سوشیانت اصلا یعنی چی و از کجا آمده، معنای واژه چیه و به چه کسی. خب پرسش پاسخ درازی داره، پس من نخست لغت رو معنا میکنم. سوشیانت در زبان اوستایی پارسی کهن به معنی رهاننده است، رهاننده. مسیح، مسیح عبریشه. پس سوشیانت رو فهمیدیم رهاننده است. منتها در آیین زرتشت بر این باورند که روزی رهاننده‌ای میاد، یعنی سوشیانت میاد، سوشیانت، و آیین زرتشت رو نجات میده، زرتشتیان رو رها میکنه از ستم و بیداد دیگران و از این سخنا. بعد که ایرانی ها اسلام رو پذیرفتند، ایرانی ها رو همین واژه رو ایرانی ها داخل اسلام کردند و اسمش گذاشتن امام زمان.
در حقیقت فقط ایرانی هایی که مسلمان شدند بخشی از آیین زرتشت رو به درون اسلام راه دادن، که یکیش امام زمانه، دیگر مسلمان ها امام زمان قبول ندارن. 1,300,000,000 مسلمان در جهانه، 1,100,000 تای اونها یا 1,050,000,000 اونها سنی هن، زمان نمیشنستن. اینو ایرانی ها درست کردن، امام 12 کردن و از اون ریشه زرتشتی گرفتن. این هم ماله به طور بسیار بسیار فشرده مربوط به سوشیانت. میپرسند ژکیدن یا ژکیدن، هر دو رو نوشتن، ژکیدن یا ژکیدن یعنی چی؟ اولا فارسیه، از ژش معلومه، به معنی غرغر کردنه. کسانی که زیر لب غرغر میکنن اینا به صورت خشمالود لغت سخنانی میگن که کمتر شنیده میشه، میگن غرغر میکنه، اینو میگن ژکید یا ژکید. هر دوش درسته، ژکید یا ژکید درسته. خراسانی ها میگن لندیدن، لند لند میکنه، اونم همین معنی ژکیدن یا ژکیدن رو میده. واپسین پرسش به آقای بهمن، سرور بهمن ثابتی، نیست که در جایی دیدم زغال رو ژوکال نوشتن، ژ کاف الف لام، درسته این؟ بله درسته. ما در آغاز ژوکال میگفتیم، منتها تازیان چون ژ نداشتن و کاف رو هم تبدیل راحت تر بود به قین بگن، خیلی داریم که کاف ها رو قاف یا قین کردن، کهرمان رو کردن قهرمان، کوه رو ابر کوه رو کردن ابر قو، از اینا زیاد داریم، تالکان رو کردن تالقان، این ژوکال رو هم کردن زغال. و چون ز و قاف هر دوش در فارسی، ز و قین در فارسی هست، ولی پای زغال، زغال هم بگید اشکالی نداره. این بود پرسش های ایشون. الو بفرمایید. الو الو. خب قطع شد. خب این هم پرسش های سرکار بهمن ثابتی بود و الو بفرمایید. الو درود بر شما. سلام دکتر جان، این سوال داشتم راجع به اسم آریانا، میخوام ببینم چه معنی میده، و در ضمن اسم دختر کوروش بوده گمون کنم. بله اگه زحمتی نیست بعد میکنم از تلویزیون. خواهش میکنم. خواهش میکنم. اون الفی که در پایان واژه در زبان پارسی کهن و پارسی میانی می اومد، الف وابستگی بود. همینطور که کاخی در تخت جمشید هست به نام آپادانا، آپادانا، اون الف رو اگر الف وابستگی بیاریم و حالا ما یه میگیم میشه آپادانی، آپادانی هم اون پ رو ب کردیم شده آبادانی، یعنی باید در حقیقت معنی آبادانی میده. پس آپادانا یعنی آبادانی، آریانا یعنی آریایی، و این ایرانی ها به این نکته خیلی معتقد هستن و نام استان پیشین ایران و کشور کنونی افغانستان آریانا بوده. اینو انگلیس ها اومدن این نام رو گذاشتن روش، افغانستان کردن، برای اینکه بتونن از ایران جداش کنن. پس آریانا نام یعنی آریایی، کسی که وابسته به تیره، تیره ای از نژاد آریاست. بینندگان ارجمند، میریم پیام های بازرگانی رو میبینیم و میشنویم، باز میگردیم در پیشگاه شما خواهیم بود، دوباره مسابقه رو عنوان خواهیم کرد. میریم و باز میگردیم بعد از شنیدن آگهی ها. بینندگان ارجمند، پرسش های فراوانی شد و
یادداشت کردم، ولی بیننده ای هم اکنون روی خط آمد، دیگه گفتم خود ایشون بیان روی آنتن سخنشون رو بگن. الو بفرمایید. وقت شما بخیر آقای دکتر. بلندتر صحبت کنید. بسیار آقای دکتر، من یک سوال برای من پیش اومده. خواهش. به خاطر اینکه روز جهانی زن هم الان در پیشه، در جایی که قوانین شرعی جمهوری اسلامی به حامیان خودش اجازه میده که زنان رو سنگسار کنن، شلاق بزنن، به دار بیاویزن یا کتک و حتی دختران 9 ساله اونها رو به کشورهای عربی حلال کنن، آیا این حق زنان ایرانی نیست که از سران و حامیان جمهوری اسلامی بخوان که با ارائه مدرک پزشکی قانونی اول خودشون ثابت کنن که این مسائل شرعی رو رعایت میکنن و خدمت شما عرض کنم مسئله جنسی ندارن یا این مسائل شرعی رو اجرا میکنن؟ آیا این حق زنان ایرانی نیست که اول از اونها بخوان که این مدرک قانونی پزشکی قانونی رو؟ من نفهمیدم منظورتون از مدرک پزشکی قانونی ارائه بدن چیه؟ یعنی اینو در قانون اساسی جمهوری اسلامی بگنجونن که اگر کسی در مراتب جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه، اول این مدرک پزشکی قانونی رو بیاد نشون بده. که چی باشه؟ که چی مجلسه؟ مخصوصا در مجلس. بله، این مدرک چی میگه این مدرک؟ این مدرک پزشکی قانونی دقیقا مساویه با همون شرعیه که 27 سال جمهوری اسلامی داره بر سر ملت ایران. نه، من نمیدونم آخه در مدرک پزشکی قانونی چی می نویسن که شما می خواهید ارائه بدن؟ به خاطر انحرافهای جنسی که جمهوری اسلامی فهمیدم. بله میدونم میدونم. اگر خب اون کسانی که در مجلس نشستن و دارن این قانون شرع رو دارن به ملت ایران تحمیل میکنن و خدمت شما عرض کنم دارن به اجرا میرسونن، دارن گردن میزنن، سنگسار میکنن، خدمت شما عرض کنم از این مسائل، آیا این حق ملت ایرانی است که از تمام بله ملت ایران حقش خیلی چیزاست که اینا خوردن، ولی اگر شما میخواید اینا مدرک بیارن که ثابت شه همجنس باز نیستن و غیره، باید بهتون بگم گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. اگه حکم بکنن که آخوند رو بران آزمایش کنن، هیچ کدومشون جواب درست و سالم نمیارن و به همین دلیل هم گوش نمیدن. شما این توقعات رو از این حکومتی که هیچ نوع منطق نمیدونه نداشته باشید. ولی آقای دکتر، وقتی آخه به گوش شما رسیده که نه، این واقعیتی که همجنس بازی در مجلس عرض میکنم حداقل عرض میکنم، ولی شما نمیتونید از اینا بخواید، اینا گوش نمیدن. خب اگه این قانون شرعی رو خودشون اجرا نمیکنن چرا دارن؟ آخه شما خیال میکنید در یک بهانه ملت رو دارن قلقم میکنن؟ نه، شما خیال میکنید در یک کشور متمدن، یعنی یک فرمان روایی متمدن دارین صحبت میکنین. طرف رو خونش رفتن گشتن یه بطری خالی پیدا کردن به جرم مشروب خوری گرفتنش، میگه آقا من مشروب خور نیستم، میگه اینها این بطری، میگه این که خالیه، میگه خب تو خوردی. وقتی اینقدر مدرک مسخره است و حکومت جابره، اینقدر حکومت ظالمه، اینقدر حکومت ستمگره، شما چه توقعی دارید؟ همه اینایی که شما میگید زمانی است که بعد از برگشتن کشور به دستمون اجرا بشه. سپاسگزارم. خیلی متشکرم آقای دکتر. قربون شما. خدا نگهدار. مرسی. ببخشید. پرسش هایی شده که تندی پاسخ میدم. خطام باز پر شده. بانوی پرسیدن رکسانا یعنی چی؟ رکسانا همون رخساره است. ما الان میذاریم رخساره. رخساره به چهره میگن رخسار و رخساره یعنی وابسته به چهره خودشه. یعنی زیبا خلاصه. پرسش دیگرشون بوده که کیانا یعنی چی؟ ببینید اینا همه اون الف هایی که اون تعمیاد الف وابستگیه، مثل آپادانا، مثل آریانا، مثل رکسانا، مثل کیانا. کیان یعنی بزرگان، اون الف الف وابستگیه، یعنی وابسته به بزرگان، بزرگوار. بانوی دیگری پرسیدن افسر یعنی چی؟ افسر همین پرسش هایی کردن، ناما فارسیست، رکسانا پارسیست، کیانا پارسیست، آریانا پارسیست. افسر در آغاز ابرسر بوده، ابرسر یعنی بالاتر از سر و به تاج میگفتن، چون تاج رو سر میذاشتن، از سر بالاتر بوده، میگفتن ابرسر یا افرسر. و
برای اینکه ابزار و افزار و اینا همه قابل تبدیل به یکدیگره. پس افرسر یا ابرسر بعدن شده افسر. پرسش دیگرشون اینست که اختر فارسیست یا عربی و یعنی چی؟ اختر فارسیست به معنی ستاره است و اون ستاره بزرگی که راهنمای کاروانیان بوده اباختر بهش میگفتن، اباختر که بعد رفته رفته شده اختر و فارسیست. خب الو بفرمایید. الو 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 بفرمایید. الو بفرمایید خانم. سلام آقای انقطاع. درود بر شما. ببینم که پانتا معنیش یعنی چی و اسم ایرانی هست یا نه؟ از تلویزیون پانتاها ایرانی نیست، همینطوری بهتون پاسخ میدم. پانتاها یونانیه و به معنی پنجاهمه. بله این به زبان یونانی یعنی پنجام. حالا لابد اسم یه دختری بوده، پنجامین دختر بوده، چی بوده گذاشته پاندا. ولی هخامنشیان نامهای یونانی خیلی میذاشتن روی دختران و پسران خودشون. بله مرسی، سپاسگزارم. راجع به درباره شعر پاسخ شعر رو بدیم. الو بفرمایید. الو سلام، درود بر شما. من میتونم صحبت کنم؟ بله همیشه میتونی صحبت کنی. من یه سوال داشتم، من اسم ایران میخواستم بدونم این کلمش اوستایی یا فارسی، اصلا این چجوری هست، این از کجا اومده؟ بله بله بله. بعد یه کلمه دیگه هم بود، این کیمیا رو میخواستم بدونم. بله خیلی ممنون. بله جای سرکار خانم پارسونز خالی که بیان آمار بدن. من دقیقا 28 بار 29 بار تا اونجا که خودم یادمه تاریخچه نام ایران رو گفتم و اشتباهی که فکر میکردن که ایران تا زمان رضاشاه ایران اسمش نبوده، رضاشاه آمده ایران کرده رو گفتم. ایران از زمانی که آریاها اومدن اینجا سرزمینی که توش بودن اسمش گذاشتن آریان. آریان یعنی جایگاه آریاها، چون اون آنی که در دنباله لغت در فارسی میاد معنی جایگاه میده. آبادان یعنی جایی که آباده. ایران یعنی جایی که آریاها در اینجا هستن. این اول آریان بوده، بعد شده ایران، بعد شده ایران ویجه، بعد شده ایران و این در تمام شامه ها و شعرهای شاعران ایرانی از زمانی که ما کتاب در اختیار داریم از شاهنامه و رودکی و غیره نام ایران رو بردن و این نام نامی نیست که زمان رضا شاه گفته شده باشه، به معنی سرزمین آریاها هسته. الو بفرمایید. ناکتیوی آقا بفرمایید. سلام آقا، درود بر شما. متشکرم. یه سوال از آقای انقطاع. من انقطاع هستم بفرمایید. جانم من انقطاع هستم بفرمایید. قربون شما. تلویزیونتون رو یواش کنید خانم. آقای انقطاع تلویزیونتون رو خانم یواش کنید، اگر نه من قطع. نه کردم. بله بفرمایید. حالتون خوبه؟ سپاسگزارم. من یه نوه دارم، چون عروسم فرنگیه اسمشو گذاشته گیسو. بله. خب ما توضیح خیلی مختصری دادیم چون خیلی دلش بخواد بفهمه ریشش چیه، اگه لطف کنید برای ما بگید که بهش. اون داماد عروس فرنگیتون خیلی اسم قشنگی گذاشته. بله چون ما خودمون دلمون میخواست اسم ایرانی. بله. باشه. ببینید تمام اسما خیلی خوشش آمد. بله بله چشم میشم. خواهش میکنم. چشم پاسختون رو میدم. قطع میکنم. خواهش میکنم. شما مویی که فری داشت، فر داشته باشه در زبان پارسی بهش میگن زلف. زلف میگن به دلیل اینکه زرف یعنی حلقه، زرفین یعنی حلقوی. این حلقه درهای خونه های قدیم رو میگفتن زرف یا زلف یا زرفین یا زلفین یعنی حلقه. پس زلف یعنی موی فری. گیس یعنی موی صاف. موی فری رو گیس نمیگن، موی صاف هم زلف نمیگن. حالا ممکنه الان ندونن معنی رو بگن ولی این دوتا رو بدونی. گیسو اون اویی که تش میاد اوی وابستگی است، یعنی دارنده مو، دارنده موی صاف و نام زیبا و قشنگیه. الو بفرمایید. الو انقطاع بفرمایید. من انقطاع هستم، درود بر شما. سلام، خسته نباشید. سپاسگزارم.
مرسی برای برنامه خوبتون. خواهش کنم رایان، معنای رایان اسم ایرانی هست یا نه؟ بله چشم، بهتون میگم. رایان هم لاتین هم فارسی. ببینید واژه ها رو به معناش نگاه کنید تا بدونید فارسی یا بیگانه. شما دار اگر به معنای درخت به کار ببرید فارسیه، دار یعنی درخت. اما دار رو اگر به معنای خانه به کار ببرید عربیست. لیس فی دار غیره دیار، در این خانه غیر از او کسی نیست. معنای لغت، ریشه لغت رو به شما میگه. بنابراین بسیاری بسیاری از لغت ها هستن که در فارسی و انگلیسی یا فارسی و فرانسوی یا فارسی و عربی یه جور گفته میشن ولی معنای جدا دارن. اون معناست که به شما میگه ریشه این واژه از این زبانه یا از اون زبان. رایان زبان لاتین میذارن رایان، خیلی گذاشتن. رایان اونیل اصلا یک هنرپیشه بود، رایان، ما به اون کاری نداریم. اما اگر معنای اون رو راینیدن یا راییدن به معنی منظم کردن بگیرید، مثل اسماعیل راین، نویسنده معروف درگذشته، روانشاد اسماعیل راین، نویسنده کتاب فراماسونری در ایران، این فامیلش راین بود. راین یعنی منظم شده، چون راییدن یعنی منظم کردن. به همین دلیل کامپیوتر رو فرهنگستان گذاشت رایانه، یعنی کسی که دستگاهی که منظم میکنه اون چیزی که بهش میدید. بر این پایه رایان یعنی منظم شده یا منظم کننده، هر دوش میشه، مرتب کننده، منظم کننده به معنی رایانه. با این معنا فارسیه. الو بفرمایید. باقای انقطاع، درود بر شما. انقطاع هستم. درود به شما. میخواستم ببینم که سمیرا اسم ایرانیه؟ نه خیر، سمیرا عربیست. معنیش چیه؟ مثل این که به معنی زن سرخگونه باید باشه یا زن سبزه. بله، زن گندمگون. به هر حال عربیست، فارسی نیست. نداریم شبیه سمیرا که بذاریم فارسی بود. نه، ما این واژه‌ای در این سمیرا و همیرا و اینا همش عربیه. عربیه. بله. خیلی هم ممنون. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. الو بفرمایید. الو بفرمایید. الو، درود بر شما. درود بر شما. من یه سوالی داشتم راجع به کلمه فلسطین، درسته یا پالستاین؟ درسته اینجوری که امریکایی ها میگن؟ بله. هر روز اتفاقا بعدش هم فکر کنید پلیدستانه، یه جا میگه پلید، چون عربا فیرو بلد نیستن تلفظ کنن، نه به این امریکایی هم میگن پل. بعد استان آخرش میشه پسفندی که تو ایرانی ها همیشه خوزستان و این استان هایی که این هم. نه 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 خانم، این نیست. من خدمتتون میگم، خدمتتون کلمه آخوند ایرانیه یا عربیه؟ هیچ کدوم. من بهتون میگم، خواهش میگم، اصلا آخوند هیچی نیست. عرض کنم که پریروز من هفته پیش اتفاقا راجع به فلسطین و پالستین سخن گفتم. عتیق سورآبادی یک ایرانی بود که آمد زبان تازه قرآن رو به فارسی برگردوند در سده دوم یا آغاز سده سوم هجری، چون در اون موقع هنوز زبان پارسی نپذیرفته بود واژه های تازی رو و ایرانی ها پاک سخن می گفتند. تفسیری که این آدم از قرآن کرد بسیار جالب بود برای کسانی که بدونن در سده دوم و سوم ایرانی ها چجور سخن می گفتند، چون به سخن روز ترجمه کرد. بدبختانه این قرآن از بین رفت و فقط تفسیرش مونده، تفسیر عتیق سورآبادی. در اونجا وقتی به سرزمین فلسطین اشاره میکنه میگه پلشتایان یا پلشتایان. پلشتایان یا پلشتان یعنی اینایی که کثیف هستن، چون پلشت به معنی کثیفه و پلید و پلشت و اینها از یک ریشه میاد. پلشتایان ما میگفتیم به اونها. انگلیس ها همین لغت فارسی رو گرفتن گفتن پالستاین و عرب ها گرفتن کردن فلسطین. عادت هم دارن عرب ها تی دو نقطه رو تین میکنن، سین و سات میکنن، اونا به خودشون مربوط فیر و فیر میکنن اینا. پس این پالستاین از ریشه پلشتاین گرامده،
در فارسی گفته میشده در اون کتاب، یعنی قدیمی ترین سندی که ما در دست داریم کتاب تفسیر عتیق سورابادی. پرسش دیگه آخوند بود. آخوند آقا خانده است، آقا مغولیه، خانده فارسیه. چون این شغل میرفتن خونه ها، میرفتن تو خونه ها روزه میخوندن و بعدم سرکشی میکردن، فضول بودن دیگه، تو هر جایی تو آشپزخونه میرفتن میرن غذا چیه بخورن، اینا به اینا گفتن آقا خونده، یعنی خودشو آقا حساب میکنه، آقا خونده. این آقا خونده یواش یواش آخوند. الو بفرمایید. درود بر همیهن قجا. درود بر شما. سپاس از برنامه‌های سپاسگزارم. دو هفته پیش یکی از همیهنان زنگ زدن و گرایش داشتن که بیشتر راجع به برابرهای پارسی بازی فوتبال بدونن که هم بله بله خیلی هم گفتن دیگه، خیلی واژه‌های از فرهنگستان گفتن که یک اندازه از اونها عربی بود. بعد مثل چی بود؟ منم اونم براتون گفتم افغانستانی که در زمان رضا شاه درست شد، همه واژه‌هایی که پیدا کرد و پیشنهاد کرد فارسی نبود، عربی هم توش بود. یه کوچیکی در اختیار دارم، در دسترسم هست، یک دقیقه هم نمیشه، از فکر می‌کنم 10 15 تا زبان زد بازی فوتبال باشه. گفتم اگر پروانه میدید اونو فهرستوار براتون بخونم. خواهش می‌کنم. یک دقیقه بیشتر. خواهش می‌کنم. واژه گلو که دروازه هست، البته اینو مردم جا انداختن، فرهنگستان واژه حالو انتخاب کرده بود. حال؟ بله. هی دو چشم الف و لام. بعد بکو فرهنگستان پشتیبان انتخاب کرده بود، هاف بک و نگهبان. به نظر من با جای این دو تا عوض بشه، هاف بک بود، بک بود بشه نگهبان، چون اون نگهبان از دروازه هستن و هاف بک بود بشه پشتیبان، چون اون پشتیبانای بله. دروازه هستن. فوروارد پیشرو هستش که به درستی فرهنگستان این واژه یا پیشتاز، پیشرو پیشتاز، بله پیشتاز بله. خیلی به نظر جالب تره. کورنر گوشه است، اوتو بله. میشه گفت دست پرتاب. الان تو ایران واژه خیلی زشته، اوت دستی مد شده، پسند شده بله. اوت دستی یعنی چه؟ ما اوت پایی نه هم. اوت رو به نظر من چون اوت رو با دست پرتاب میکنن باید بگن برون پرتاب، برون پرتاب هم میشه. بله برون پرتاب خوبه، چون از بیرون پرتاب میشه. تو ایران میگن اوت دستی، ما اوت دستی، اوت دستی نامه هاشو مینویسن توی روزنامه های بله اونا خب میگن آزادن. وقت واژه فول که صحبت به نظر من باید، به نظر من بهتره که واژه بزه رو به کار ببرن. نه بزه گناه فازی، لغزش رو باید به کار ببرن. آقا لغزش چون پنالتی رو باید گذاشت. ببینید فول با پنالتی فرق داره. الان بهتون خدمت میگم، پنالتی میگن تاوان، یعنی اینو فرهنگستان گذاشت. خب بله. به محبته جریمه میگن تاوانگاه. خب و فول رو اگه بذاریم لغزش، اون وقت اون از لغزش فیزیکی بازی کنن، اونم اون وقت چه بازی براش بکنن. خب ولی به هر حال کارت میگیرن اینا، حالا فول که میکنن کارت رو میگیرن دیگه. بله اون بیان حالا چه بگن بزه، چون آدمی هم که گناه بله. خطا کار باشه میگن بزه، گناه هم میتونن بگن. پنالتی رو گفتن تاوان که درست زیبا هم هست. محبته جریمه به واژه زیبای تاوانگاه رو به کار بردن. در دفاع میشه گفت پدافند، حمله رو میشه گفت تازش. آفساید و فرهنگستان واژه تجاوز رو به کار برده. تجاوز عربی واژه اصلا زیبا نیست به نظر من. واژه‌ای که میشه به کار برد به دید من واژه کمین کرده، چون نفس آفساید نیست که کسی فورواردی پشت بک حریف، پشت دفاع حریف کمین میکنه، از جلوش رد نمیشه. خب ولی جزء گناه حساب میشه. میفرمایید جزء گناه حساب میشه. بله فول میگیرن اونم جزء بده حساب میشه. می آفساید مثلا میگن آفساید، فول آفساید یا رو گرفتن میتونن بگن که بله. مثلا بده کمین کردش گرفتن. بله کمین کرده. سپاسگزارم. خیلی فرهنگستان گفته بود رد، که میشه گفت واگذاری و سفرش. بله واگذاری، محروم شدن و بی بهره میشه گذاشت، کسی از بازی محروم بشه. درسته. میشه تذکر داور میشه گفت گوش زد، اخطار میشه گفت هشدار، اخراج میشه برون کرد گفت، اخراج شدن میشه برون شدن، شوتو میشه که تو ایران میگن ضربه میشه گفت زنش، سانت کردن میشه گفت اندازش، انداختن با روی دروازه، فرار رو میشه گفت گریز، و خط و مثلا خط دفاعی میشه گفت رگه پدافندی. کاملا درست. تازشی. بله بسیار زیبا و شیرین بود. میتونم نامتون رو بپرسم؟
من یکی از شاگردان شما هستم. نه من صداتون آشناس خیلی میخوام. بله برای همین حالا من خدمت خونه زنگ میزنم. بله حتما زنگ میزنید. من هرچی دارم از شما دارم. استعداد میکنم. خواهش میکنم حتما این کارو بکنید. با هم درباره دیگر واژه‌های ورزشی هم سخن بگذارید. شب و روزتون خوش. در خصوص واژه و حرفه‌ای میشه گفت ورزش پیشه. بله ورزش دوست و ورزش پیشه، آماتور و حرفه‌ای میشه ورزش پیشه و ورزش دوست. اصلا به کل میشه به جای واژه حرفه‌ای میشه گفت مز پیشه. یعنی پیشه نه آخه وقتی ما بگیم در ورزش میخوایم بگیم باید بگیم ورزش پیشه. ورزش پیشه بله. خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار. بینندگان گرامی ما دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. به من پروانه بدید که پاسخ مسابقه رو بگم. میگه دور از رخ تو چنانم ای دوست که از هستی خود به جانم ای دوست. صبر از همه نیکوان توان کرد لیک از تو نمیتوانم ای دوست. خواهم که به روز وصل پیشت غمنامه هجر خوانم از ای دوست. دامن مفشان ز من که خواهم جان در قدمت فشانم ای دوست. این شعر مال جامیه و واپسین واژش اینه. میگه جامی سر خود نهاده بر در، جامی سر خود نهاده بر در، یعنی سگ آستانم ای دوست. با سپاس از یکایک بینندگان ارجمند که زمانی از وقت گرانبهای خودشون رو به این برنامه دادن، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. تمام خطایی که روشنه پس از برنامه من پاسخ میدم. باز هم میگم شکیبایی داشته باشید، برای اینکه دوستانتون دارن میپرسن و پاسخ داده میشه زمان میبره. تا زمانی هم که شما صدای زنگ رو میشنوید پولی ازتون کم نمیشه. یه کمی شکیبایی داشته باشید به همه پاسخ خواهم داد. پاینده باد ایران، کشوری که از زادن قهرمان هرگز سترون نیست.